سلام برای یوتیوب سویل اقتصادی هستم یه دونه برنامه دیگه براتون داریم سیزد وای وای چه سوال جنجالیه من از تای دل دلم میخواد بدن برای اینکه من تو شخصا انقدر دوشیده شدم تمام زندگی تنفر پیدا کردم به موضوع ولی قبلا از یه هم ازم میگفتم نه فقط یه چاقال برمیگرده میگه که دختر بعد دنگشو بده از این حرفا بعدی که سالیان سال پول دادیم و همش هم تموم شد خب اینجوری بودن اگه دنگ میدادن چه حالی میداد چقدر بیشتر میتونستیم بریم حالا بیشتر نمیام بیشتر میتونستیم بریم بیرون کمتر فشار روی ما بود اینجوری فقط همین دارم فکر میکنم که خب منی که مثلا هفته سه چهار شب میرفتم بیرون خیلی واسه من خرج بیشتر داشته واسه کسی که هفته سه چهار بار نمیره بیرون وقتی دنگ نمیدی تو از طرفت که هستی چی نمیفهمی میدونی من الان برم تو خیابون را برم اولین نفری که میبینم بگم که میخوام ببرم به رستوران بشینیم با هم یه غذا بخوریم بعد از رستورانم بشین تو ماشین بزنیم خونه طرف باید خل باشه بگه نه دیگه واسه همین خب هر خریدش میخواد بیاد یکی بهش بیرون قضاشو پولشو بده بعدش برش خونه کی بعدش میاد واسه تو نمیفهمی دختره چیه داستانش ولی وقتی دختره باشه رو بده تو طرفش رو میفهمی میگی که اوکی یارو طرف این جوریه راجبه پول انقدر بفهمی. چون وقتی یارو اومده هر دفعه میاد به تو قرون ترین قضا رو سفارش میده و خودش پولشو میده تو میفهمی که طرف پول داره اگه هدف میاد یه ماشین خفن میاد تو میری خونه دو پنج میلیون دلار یارو پیکاپ میکنی بعد میری غذا بخوری بعد یارو غذا مثلا از ارزون تن غذا سفارش میده پیش غذا سفارش نمیده دسر سفارش نمیده تو میفهمی که اوکی پس این توی خانواده پولدار بزرگ شده بهش یاد دادن ارزش پول چیه میدونی تو میتونی بفهمی یارو کیه که دو دو, دو, دو چهار تا تو خیلی راحت میتونی بفهمی وقتی تو یکی هرچی بگم میگی میگی سلام بعد میشه تو ماشین دروازه میکنی میتونی رسام میشینه غذاش سفارش میده میخونه تو هیچی نمیفهمی از این یارو بعد پس روز میری توی خونه هرچی میشه میگه که خب من از اولش اینطوری بودم با هم یه جناه دهن تو سرویس میکنه من خب از اولش اینجوری بودم یعنی من از اولش یوزر بودم من از اولش اونم تو رو بچاپم چی برات عجیبه تو هم یه تو جوابی بهش بدی چون یه جوری داره راست میگه حرفش نامردیه ولی درسته دو و من. من که نمیگم خانوما خودشون سرویس کردن ما میخوایم مساوی باشیم ما میخوایم مساوی باشیم اوکی دندتون نمیخوای مساوی باشیم مساوی باشین دیگه پولتون بدین اونجا که دندتون هست فقط حرف نزنین اگه میخوایم مساوی باشین اصلا ما چه هر روزی بحثو داریم من که 17 سالم بود این بحث بود من 70 سالم هنوز داریم راجع این بحث صحبت میکنیم که دخترا پول خوششونن نه دخترا پولشون اگه میدونین اگه مساوییم بعد فرقش چیه داریم دیت میخوام ببینیم به همدیگه میخوریم یا نمیخوریم پول پول خودمون رو میدیم ما مانیم همدیگر رو آشنا میشیم پول دادن هیچ نوع کمکی نمیکنه اینجا که من میخوام بیام پول تو رو بدم به از اینکه اون ارزش های فرهنگ قدیمی رو بخواید که مرد باید از زن تکر کنه مرد باید از زن نگهداری کنه مرد زن میره زیرش مرد و زنش خانوم دکتر یا دو... مرد دکتر میشن بهش خانوم خانم دکتر مثلا همین اگه اونا میخواد خب بس دیگه اینم جزء اونه اگه همه اونا بده اینم جزء پارتی از اونه م... به نظر من دونگو باید خانوم بده تا وقتی که شماها یک بشین مثل من و خانوم الان مثل میلیون آدم و پارتنرشون وقتی که یک شدی نفتی زیر یه سخت اون موقع دیگه یکی پول همه چی هستن هم بده اگه النا صبح داشت سرکار پول دیگه هستم من سرکار من با پولم میخوام میخورم حال میکنم این نظر منه این مسخره بازی هم کردیم ما میریم استیک میزنیم 800 دلار ما حساب میکنیم بعد یارو ما رو میبره مکدونالد 7 دلار میگه من حساب میکنم میگه دفعه پیش تو دیدی بزن من بدم میگه مادر دفعه پیش من 800 دلار پول دادم چطوری تو هرمانی های چوسی هم واسه ما میگه بزن دفعه ما بدیم میدونی اونش اصلا کار نمیکنه چون دخترها منطق ندارن مگه من رفیقام بعدا ببرم به رستوران 800 دلاری بعد منو برای مکتاد بگه دفعه پیش تو دادی من دارن. من همون فوش خامادر میکشم میگم مرتی که هر روز گسقالم من نمیخوام بیا 100 دلارم میدم رستوران که رفتیم چون پول بنده رو بده ولی باقی دختر که نمیتونی حرفو بهش بزنی دخترم انقدر به نظر من حیا ندارن که مثلا این کارو نکنن تو پول میکنه قشنگ آماده است کجا قراره بریم رستوران او اون رستورانه او ارزونه من میدم من میدم من دید به چشم صد بار دیدم همین <تصبح> <applause> <صفيق> اونم کار نمیکنه یه بار من یه بار اون تو هر دفعه 20 بار بعد 20 بار پول بدی و تازه کرید نمیگیری پس روزم دعوتون بشه و میگه ما که کاری نکردیم همیشه مساوی بودیم و تو تو مغزت داری میگی نه ما در هر سه مساوی نبودیم ولی دیگه نمیتونی نم بگی واسه همین اونو اصلا بشاش توش یه دفعه تو یه دفعه منو نه یا پنجا پنجا یا دونگی این دوتا حالت پنجا پنجا اونی که تو داری میگی که زایی نباشه که آقا نه تو دو تا بیار خوردی من یه بیر خوردم من یه سوسیس نخوردم دو سوسیس خوردی آره اون یه خورده لوسش میکنه ولی اگه یه دختری باشه که هاروم زاده باشه تو بری اونجا بگی آقا من یه دونه همبرگر میخوام بعد اخر بگه من استیک میخوام هم لابستر بذار با میگو اضافه و خب تو هر آدمی باشه اون لحظه چیز میشه میگه خب تو که میدونی ما قرار با هم نس نس بریم چرا داری اینطوری میکنی تو دیدی من غذا که سفارش دادم 12 دلاره غذای تو سفارش میش 65 دلاره غذای تو پنج برابر گرانتر از مال منه, منه تو در اومدیم تو گفتیم آقا نس نس میدیم با هم درسته ده ماشین مثلا ما خیلی باحالی ما دختر و پسرای جوون جدیدی هستیم مغزمون باحاله ما با هم 50 50 میدیم بعد رفتیم تو رستوران تو داری الان من ابیوز میکنی من میگم تا حرف بزنم تو داری همه چیو 50 درصد تخفیف میبینی بهش میبینی سوالم که فقط 10 دلار غذا خورد بعد دوباره میره رو اعصابت یعنی تو اومدی این همه به قول تو این, این, این خاری یا این چون سخت دیگه خواهی جدید رو درست کردن و به یه سمت جدید رفتن یه ها عوض کردن که آقا یه پول دختر نمیدیم البته واسه نوت من تو ایران که بودم دختر پول من رستوران میرفت میداد منم پول رستوران دختر رو بعضی موقع میدادم ولی اکثرا من میدادم خب چون موقع خیلی مهم بود ایران خب خیلی ارزون بود اینجام که بودم هم اکثر آقا نه اکثر همیشه شاید من میدادم من مثلا خانومم وقتی منو برد بیرون اولین بار پول و خانومم داد اولین باری که با هم رفتیم دیت ولی اون پنجا پنجا هم اگه طرفت عوضی باشه دوباره میره تو پاچت یا مثلا من مشروب نمیخورم خب و مشروب گرونه مثلا یه همبرگر 16 دلار داره یه لیوان مشروب میتونه باشه 20 دلار و من مثلا مثلا گفتم من یه همبرگر میخوام بعد دختره میگه من یه استیک میخوام با یه دونه لابستر میشه 60 دلار چهار تا لیوان مشروب میخورد میشد 80 دلار بعد غذای اون شده بود 170 دلار غذای من شده بود 10 دلار بعد بیل میومد 180 دلار بعد نس میکردیم بعد میگم میکرد خب چه چه بعد هیچ وقت حتی یک بار توی زندگیم نشد یه آدم بلند توی همچین سناریویی دو نفر سه نفر ده نفر, نفر سر میز باشیم یه نفرم بلند بگه بچه یه دقیقه باشین من دیدم سوهل هیچی مشروب نخورد همه به از سوهل مشروب خوردن میدونیم هم که مشروب بطری 100 دلار خرج داره الان این میز 800 دلار پول مشروب داده چرا سهل باید بده بیایم مشروب رو جدا کنیم غذا رو جدا کنیم غذا رو تقسیم برای همه میکنیم میگیم 100 دلار شده غذا 10 نفریم نفری 10 دلار بدیم مشروع شده 800 دلار سهیل رو میکشیم بیرون نه نفریم تقسیم من نه کنیم هیچ وقت حتی یک بار این اتفاق نیفتاد که یه نفر انقدر براش مهم باشه که بگه این نیست همه حواسشون بود اون لحظه یه چیزی بگن خودشون حواس پرت نشون بده اصلا من نفهمیدم فلان اینا که سهیل هم بیاد یه خورده پولش رو بده اینا و من چون چندین سال مشروب نمیخوام من برام 15 سال مشروب نمیخوام من اتفاقو بالای 50 بار تجربه کردم که پول مشروب بقیه رو من دادم در لولی که حتی رفتیم کلاب گفتن آقا میز میخوایم گفتم میز هزار دلاره گفتیم نفر 10 دلار بدیم مثلا نفر 100 دلار بدیم میز بگیم نفر 100 دلار میز رو گرفتیم بعد توی کلاب بچا مشروب سفارش دادن 600 دلار یه باچیش 600 دلار یا دلار خیلی گرون میگیرن توی کلاب بوچیا رو بوچیا مثلا گری گوس مثلا تو مغازه 40 دلار تو کلاب بهت میدن بین 300 تا 600 دلار حالا یه بوچی بچا میگیرن 600 دلار تمام میشه یه بوچی دیگه میگیرن بعد یه بوچی دیگه میگیرن میشه 1800 دلار بعد شب که بیلو میارن میگن خلاص خب یک تا سه شب 10 دفعه 180 یک بار تا حالا نشده یه نفر برگرده بگه بچا سوهل که مشروب نمیخوره پول میزم که داره چه سوهل حساب میکنین هیچ وقت هیچ وقت همیشه همه اگرم من یه وقتی خدای نکرده انقدر بی شعور باشم و بی تربیت باشم که برگردم میگم بچه ها من مشروب نخوردم پشت سرم شروع کنم حرف زدن و بابا این سوهر کسی نمیشه باشه خصیصه و و این موضوع خیلی من رو تو زندگیم اذیت کرد که همه آروم آروم هم میکردن تو پاچه من بعد من هر دفعه پاچه هم تکون هم سوهل زندگی اونو به هم ریختی چقدر خصیصی بابا تو حالا یه دونه 5 دلاری اضافه دادی بابا مادر سگ و 5 دلار 300 دلار از من گرفتین اضافه وقتی من هیچ چیکار مثلا که مثلا به همیشه مثلا همه میزنم هیچ وقت هیچکی نمیفهمه میگم آقا تا حالا پول کوک کسی رو دادی تا حالا شده مثلا یه هروئینی داره چه آقا بیا پول هروئین تو بدم میگه نه مگه من دیوونم میگه بعد چرا من پول مشروب شما رو بدم شما که میدونی من مشروب نمیخورم مثلا من دوستان ور دارم ببرم که همه هروئین میزنن بعد دوستان میگه آقا من که هروئین نمیزنم میگه خب پرابلم اینجا و ما همه هروئینمون رو بزنیم بالاش میگه خب 300 دلار بده یارو به مشت میزنه صورت من ولی چون نه نفر هروئینی بودن من تنها کسی بودم هروئین نمیزنم همیشه اوکی بود نه دیگه حالا تو تصمیم گرفتی مشروب نخوری تقصیر تو دیگه خب تو دیوونه مشروب نمیخوری واسه همین من اصلا کلا با این موضوع دوست ندارم من آقا برای من نوعی اگه من برگردم توی تاریخ از اول بخوام این داستان رستوران برم جلو از 15 سالگی 14 سالگی اول ما رفتم رستوران برمیگردم میگم آقا من یه قانون دارم هر چی من خوردم به علاوه 15 درصد روش پول میدم من 100 دلار غذا خوردم 115 دلار میدم هم انعام یارو بشه هم مال خودم دیگه بعد از این چه اتفاقی میفته به من هیچ ربطی نداره بعد از این چه اتفاقی میفته به من هیچ ربطی نداره میخوام بگین سوید انه میخوام وقتی این یه قانون شوشی دیگه تو پاچت نمیره هیچ کس نمیتونه پشت حرف بزنه قانونش چیه این دیوس میگه آقا من پول خودم برای بله پوندار میدم خب بعد نمیگه که کاری نکرده که دو بچه‌ام خود درست میگه من اگه خودم بودم برگردم به چیز این کار انجام میدم باید به یه قدرتی برسی که واسه زشت نباشه دیگه وقتی قانون برای خود بذاری میگه آقا من یه قانون دارم دختر که رو زبر میبینی میگی من خیلی دوست دارم همین فقط من یه قانون دارم میخوام رو الان بهت بگم چیه قانونت؟ من این داستان رو اعصابمه دونگی نس نس پولی من پول غذای کسی نمیدم تا طرف بشه نام زدم اگه با این موضوع اوکی با هم بریم بیرون دیگه دختره چاغال میگه نه من فقط میخواستم پولاتو بتیقم زشته بعد پول به من بدی که میگه خب گور پدر من نمیخوام پول بدم به تو یا دختره آدم حسابی میگه من اصلا اصلا مهم نیستش من قافو پول خودمو میدم حالا بابا میگم خودم دستم به دهنم میرسه یا هر چیزی هستش من پول کسی لازم ندارم میدم هدیگر. با هم ده میریم بیرون میبینی دختر خوبیه بعد فلان تایم تا باش خاستگاری میکنی بعد دیگه پولش رو بده تا آخر عمره چرا قبلش بدی چه سودی بس کی داشته تا حالا فقط و فقط دختر سودی نمیبرن به قضی دختر سودی نمیبرن کی چه،, چه سودی تا حالا به پسر رسیده از این موضوع که پول دختر رو بدیم چطوری میتونه سود برسه اصلا به من که اینو من بگه چه سودی داره که دختری که عقده و بی پوله رو تو بتونی به زور ترتیبش بدی شب خب برو دو تو خیابون ملن کنی چه فرقی داره حداقل اون خیابونه 100 درصد پولش رو روز اول میدونی چقدره 100 درصد هم میدونی قراره با چیکار بکنه این دو که میبری نمیدونی چیکار است نمیدونی 100 درصده میبری هم لباسشو در میاری می اصلا کار بلد هم نیست میگه که پولش اونو بیس کردیم شب هر... هروم شد دونگی دونگی 100 درصد این توی کشورهای آمریکا و کانادا هم خیلی نرمال دونگی میرن بیرون غذاشون میخورن دختر رو پسر نشستن گارسون که میاد دو تا بیل میذاره مال دختره رو میذاره جلوش مال پسر رو میذاره جلوش پسر خاص مال دختره رو ور داره نخواست آری دو هست این کاری که شهر رستوران ها باید شروع کنن بعضی کسی که رستوران دارن باید شروع کنن بیلا رو جدا کنن صورت حساب رو جدا کنن هر کسی که میاد صورت خوش بزن جلوش میگن این مال تو این مال تو این مال تو بعد حالا یه نفر میاد میگه من مال همه رو میخوام بدم خب آقا دمتون گرم امیدوارم که پولاتون رو سیو کنین و خرج چرتوپد نکنین چون هیچ کسی مهمت از خودتون نیست دمتون گرم چاکس